در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه. و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم. این نشست رسانی سردار حاجی زاده به دیماه 98 برمیگردد، زمانی که یکی از تلخترین حوادث در چند سال اخیر رخ داد. تنشی که بین ایران و امریکا ایجاد شده بود، ایران را در وضعیت جنگی قرار داده بود. ایران در پاسخ به ترور سردار سلیمانی، ایالات متحده را تهدید به انتقامی سخت کرد. در مقابل دولت امریکا اعلام کرد 52 نقطه استراتژیک ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. اما ایران در چهارشنبه 18 دی ماه با شلیک چند موشک بالستیک پایگاه عین الاسد را مورد هدف قرار داد. ایران در انتظار واکنشی از سوی ایالات متحده بود که ناگهان اتفاق ناگواری در آسمان تهران رخ داد. هواپیما تمامی 176 سرنشین هواپیما جان باختند. هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز می‌کرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط می‌کنه متأسفانه. اما در رسانه‌ها به دلیل پوشش خبری حمله ایران به عین الاسد، خبر سقوط هواپیمای اوکراینی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اصل خبر که هواپیمای افتاده، این همه کار کرده و ما اون روز رو دست نگه داشتیم، فقط خبرهای سقوط رو کار کردیم. اما تحلیل ماجرا متأثر از اون زمینه و متنی بود که کشور درش درگیر بود. یه اتفاق بدی افتاده بود. اونها به ما، غربی‌ها به ما، آمریکا به طور مشخص به ما توهین کرده بود. جنرال ما رو کشته بود. توی کشور دیگه به ما توهین شده بود. ما دلمون می‌خواست که یه اتفاقی بیفته که یه ذره ما اعتماد به نفسمون بهمون برگردونده بشه. خب تو این شرایط یهو یه خبر مهیبی میاد که مربوط به هواپیماست. در روز اول رسانه‌های داخلی منتظر اعلام رسمی دلیل سانحه شدند، در صورتی که مسئولان هر گونه اظهار نظری را به بعد از بررسی سانحه موکول می‌کردند. من فکر می‌کنم که چهارشنبه غروب اون مقطع بهترین موقع بوده برای اینکه ما به افکار عمومی واقعیت رو زودتر از اینکه خارجی‌ها، منابع خارجی، آدم سیاسی خارج مرز ما بگه باید می‌گفتیم. اما پس از چند ساعت رسانه‌های خارجی تصاویری را منتشر کردند که در فضای مجازی دست به دست پخش می‌شد و سیلی از تحلیل‌ها و شایعات را به وجود می‌آورد. این تصاویر که با دوربین یک گوشی همراه گرفته شده بود، هواپیما را مانند گوی آتشینی نشان می‌داد که به زمین خورد و منفجر شد. و این پرسش را به وجود آورد که چرا هواپیما قبل از برخورد با زمین آتش گرفته؟ با مشاهده این صحنه‌ها کارشناسان احتمال اصابت موشک به هواپیما را می‌دادند. با این حال مراجع کشوری و لشکری علی‌رغم این تصاویر اصابت موشک را رد و نتیجه را به بررسی‌های بیشتر موکول می‌کردند. رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس ما باید این فضای کارشناسی را ندارن که همچین کارشناسی در انجام میدن. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خب دیگه شد مرجع خبری ما ایشون. ایشون مرجع خبری بود و طبیعی بود که به عنوان نماینده حاکمیت در رسانه بود و رسانه ها حرفا ایشون ها مبنا قرار میدادن. روز بعد ما شایعات خبرگزاری و حرفا رو کار کردیم، ولی وقتی که مسئولان اومدن و اطمینان دادن که نه امکان نداره موشک باشه به این دلایل،
عین الاسد رو که زدن، ترامپ خواست مدیریت رسانه‌ای بکنه. ترامپ به همه مطبوعات گفت حق ندارید راجع به عین الاسد بگید، فقط به سی ان ان اجازه داد که گزارشگر سی ان ان بده. هم سی ان ان رو بی اعتبار کرد تو اون ماجرا، هم آبروی ترامپ رفت، هم بعدا معلوم شد کلی آدم ضربه مغزی شدن و الان هم دیگه خبراش آشکار شد دیگه. ما شبیه این بود، یعنی قصه ما هم میخواستیم که همه ننویسن، از یک کانالی بره. ما اساسا تو نظام حکمرانیمون نگاه دست اول به رسانه وجود نداره، یعنی یک نگاه وسیله رسانه، بعضا یک تریبون یک طرفه‌ای که شبیه، حالا این کلمه رو هم به کار برام نبرم، منبر، که این میخواد فقط نصیحت کنه. هر رسانه‌ای بنابر دوستی یا دشمنی به این شایعات دامن میزد، اما دولت ایران پاسخی برای این شایعات در فضای مجازی نداشت. فضای خاکستری، هیچی دقیقا معلوم سیاسفی از کجاست. یه سری خبر بی بی سی و الجزیره و رادیو آمریکا و یونایتد پرس و اینا میگیریم میذاری کنار، یه سری بیانیه رسمی از سپاه و اینا میگیریم میذاری کنار، حقیقت یه جای بین اینا. توی آمریکا و توی کانادا مقامات سیاسی خیلی با اطمینان دارن این حرف میزنن. یه ذره تلنگر زد نکنه این اتفاق باشه، یعنی آدم یه ذره دو به شک شدیم که اینا موقعیت سیاسی خودشونو اینقدر راحت به حراج نمیذارن. به خاطر همین موضوع تحقیقات در خصوص علت سقوط این هواپیما طبق استانداردهای بین المللی در ایران آغاز شد و از کشور اوکراین به عنوان صاحب هواپیما و کمپانی بوئینگ به عنوان سازنده هواپیما برای مشارکت در تحقیقات دعوت به عمل آمد. ما اگه مازه پنهان بکنیم 47 نفر اوکراینی و خارجی بلند نمی‌کردیم بیاریم پای هواپیما. اینا اومدن پای هواپیما. حالا میگید اونا هم همزمان فهمیدن؟ خب بله، ترکش‌ها رو دیدن اونا، نه اینکه ندیدن، اونا هم دیدن. نشست مشترک ایران و اوکراین برای بررسی سانحه هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین. در این نشست که در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، رئیس این سازمان، نماینده تیم بررسی سانحه، نماینده دادستان و گروه فنی اعزامی از اوکراین حضور داشتند و صندوق حاوی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی باز شد. برای بررسی‌های بیشتر جلسات متعددی در این خصوص در ایران شکل می‌گیرد. وقتی که شورای امنیت ملی جلسه می‌گیره، ستادکل جلسه می‌گیره، تو این 48 ساعت چندین جلسه می‌گیرن، این گزارش میده به اون رده، اون میده به این رده. حالا این خودشون یه بوروکراسی داره دیگه، می‌دونید که. بعد این معلومه که دنبال یه چیزی هن، یه چیزی به مردم میگن که قانع کننده باشه. اما با شروع تحقیقات، بعضی از مسئولین بدون اطلاع از تحقیقات محرمانه نظامی در بیانیه یا در رسانه‌ها حاضر میشوند و اصابت موشک به هواپیما را رد میکنند. دلیلش این بود که هیچ پیوندی از جهت ارتباط بین نیروهای مسلح و سازمان هواپیمای کشوری نبود. اما با گذشت دو روز هیچ اطلاعاتی در خصوص دلایل احتمالی دیگر در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و افکار عمومی دچار تردید بیشتری می‌شوند. تا اونجا که زورم می‌رسید سعی کردم قصه رو تبیین بکنم. بهترین تبیینی که میشه تا اونجا که عقلم می‌رسه، تا اونجا که دیتا داریم، چون ما هنوزم دیتا نداریم در مورد خیلی چیزا. ولی تا اونجا که دیتا داشتیم، تا اونجا که اطلاعات داشتیم، این قصه رو تبیین کنیم که برای مردم چه اتفاقی افتاده. اگر ولی من مسئول بودم، اگر اون کاری که شما میگید بودم، حتما اینجوری برخورد نمیکردم. یک اتفاق تلخ ناگوار افتاده. جامعه ایران در هر حال، در همه طیف‌های مختلف، چه مذهبیون چه آدم‌های دیگه، همه آدم‌ها طیف‌های مختلف با هر سلیقه سیاسی اجتماعیشون متأثر میشن از این واقعه. مثل اینکه سیل میاد، زلزله میاد، یه اتفاق خیلی منفی برای بخش جامعه میفته، اثر منفی رو جامعه میذاره. اگه ما رسانه رو به موقع و با امکانات محتوای درست به میدون نیاریم، اثر منفی این سیل و زلزله یا هواپیما اوکراینی به مراتب بیشتر میشه. یعنی اگه قراره که ما مثلا 30% 50% آسیب ببینیم، با کتمان ماجرا در دو روز اول از رسانه ها، با دور کردن افکار عمومی از واقعیت، در حالی که ما میدونیم دو روز بعد سه روز بعد میخواهیم بگیم،
این یه کاری می‌کنیم اثر مخربش بیشتر شه. تا اینکه ظهر روز جمعه شایعه‌ای در میان برخی فعالان رسانه‌ای منتشر می‌شود که حاکی از به نتیجه رسیدن تحقیقات و تایید اصابت موشک پدافندی هوافضای سپاه به هواپیما است. نمیشه که بدون توضیح همینطوری بیایم بگیم که خب این اتفاق افتاده. یعنی ببینید بعد این 48 ساعت طول کشید تا اینکه بالاخره این تیم کارشناسی به این نتیجه رسید که در اثر خطاهایی که صورت گرفته متاسفانه این هواپیما سقوط کرده و دیگه شروع کردیم به در واقع تنظیم بیانیه و اطلاع رسانی برای مردم عزیز ما. ما خبردار شدیم که ای داد بیداد این اتفاق اونجوریه که ما اصلا دوست نداشتیم باشه. خب حالا تو اونجا من به عنوان رسانه یه سری خبر برام اومده از همون جنس مقاله های کاپیتان شهبازی که نه این بی رفته حال اینا رو که من نمیتونم چیکارش با اینا رو چاپ بکنم دیگه الان چیز ندارم، دیگه الان توجیه شده نیست چون من دیگه میدونم خبر چه جوریه. به طور پیش‌فرض میگه که آقا همچین واقعی اتفاق بیفته نظام سیاسی فعلی ایران چیکار باش میکنه، جمهوری اسلامی چیکار باش میکنه، کتمانش نمیکنه با مبانی دینی شرعی که داره این ماجرا رو کتمان نمیکنه. بعد ما میدونیم که دست آخر ما میخواهیم به افکارمون بگیم واقعیت چیه. خیلی مهمه که کی میگیم و خیلی مهمه که چی میگیم و این قصه این مؤلفه است که ما میتونیم بگیم که آقا الان رسانه میتونه اثرشو بذاره. صبح روز شنبه 21 دی ماه با صدور اطلاعیه‌ای توسط ستاد کل نیروهای مسلح ناگهان بهت و ناباوری همه را میگیرد. بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته، ایران به صورت رسمی میپذیرد که اصابت یک موشک پدافندی نیروی هوافضای سپاه به هواپیمای اوکراینی موجب سرنگونی این هواپیما شده و این اشتباه کاملا غیر عمدی بوده است. من خدای بزرگ را به شهادت میگیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. در همان روز سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در یک نشست خبری به تشریح ماجرا می‌پردازد. موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. اصلا من باورم نمیشد ما همچی کاری کردیم که میگفت خدا از خدا خواستم مرگ من را برسونه. یعنی یه همچی اشتباهی خیلی باورپذیریش سخته. یعنی اصلا شما یعنی بعضی هنوز باور نکردن که همچی اتفاق اینقدر مثلا به این اشتباه به این فاحشی مثلا که حالا میشه گفت میگم زمینش همون آمادگی اون شبه. حالا رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی که در سه روز گذشته اصابت موشک را به گفته مسئولان تکذیب می‌کردند نمی‌دانستند به مردم چه پاسخی بدهند. این روند داغ مردم و خانواده شهدای سانحه را بیشتر کرد. نخبه‌های مذهبی خیلی خوبی که کشور می‌خواست اینا سرمایه‌گذاری بکنه، بالاخره هر کی حتی اونایی که خارجی بودن اینا جانشون محترم بود، عزیز بودن. خب فقط با پول که نیست، اینجوری نیست که مثلا بگه آقا دولت غرامت میده تموم میشه. نه، این آسیب دیده، اعتماد مردم آسیب دیده، اینا رو باید رفت درست کرد. ذات رسانه، کاری که رسانه میتونه کنه رو اشتباه درک میکنیم تو نظام حکومتی، این بلا سر رسانه میاد. من نمیگم که اگر رسانه ها در جریان واقع قرار میگرفتن معجزه میشد، اصلا رسانه نمیتونه به خودی خود معجزه کنه. رسانه متاثر از واقعیته، نمیتونه بگه که من الان دارم همه دارن سفیدی میبینن من بگم این سیاهه. اونجوری میشه بسر بعضی از رسانه اپوزیسیون که خنده داره دیگه، مثلا مردم داره اینجوری چیز دیگه میبینن، نزدیک درک میکنه، حس میکنه، اون چیز دیگه میگه. ما اصلا مسئله اون نیست که رسانه میتونه معجزه کنه، ولی رسانه میتونه اثر مهم، اثر کاربردی، اثر حد اکثری رو امر واقع بذاره و اون توی نظام حکومتی باید جایگاه رسانه مشخص بشه که چیکار میخواد کنه. توی مثلا خانواده، توی فامیل بدون اینکه روزنامه ما رو بخونن اولین حرفش شما که نمیتونید این حرفا رو چاپ بکنید،
تلقی شده شما که این همه دروغ از کجا میارید؟ شما فقط ترهیم، صفحه ترهیم راسته از این حرفایی که میزنن. خب این بی‌اعتمادی، بی‌اعتباری برای ما میاره که این وقایع اخیر چند سال اخیر هم دیگه تیر خلاص بود به این موجه بودن رسانه ها. در این میان کار به آنجا رسید که حتی تجمعهایی در اعتراض به سرنگونی هواپیما در نقاط مختلف تهران با اطلاع رسانی رسانه های خارجی برپا شد. این ما سالهای گفتیم که میدونم صهیونیسم بین الملل رفته روی رسانه ها نفوذ پیدا کرده. خب صهیونیسم بین الملل دیوونه که نبوده، پولش هم که زیادی نکرده، ارزش و اهمیت رسانه رو میدونسته، میدونسته با این کار میتونه رو افکار عمومی تأثیر بذاره، میتونه خیلی از ماجراهای خودش رو حل و فصل بکنه. در میان این تجمعات حضور برخی دیپلمات‌ها از جمله سفیر بریتانیا به چشم خورد و منجر به دستگیری وی از سوی نیروهای انتظامی شد که بخشی از تبعات این اتفاق. رسانه‌ها میتونن فضای جامعه رو مدیریت بکنن، بعضی از التهاب‌ها رو وارد خودشون بکنن. یعنی شما میبینید که توی رسانه التهاب به وجود میاد، زد و خورد رسانه‌ای به وجود میاد، دعوا میشه، ولی جامعه آروم. برعکس کشور ما رسانه ها میبینید خبری نی آرومه، برعکسش جامعه التهاب داره. ما میتونستیم خیلی از التهاب ها رو بیاریم تو محیط رسانه، هزینه‌ش هم خیلی پایین تره. یعنی اگر تو خیابون ممکنه با سنگ و گاز اشک‌آور و تیر و یا هر چی دیگه دعوا بشه، بیان سطح آتیش بزنن یا هر کاری بکنن، توی رسانه با کلمه دعوا میکنن. اما با روشن‌تر شدن ابعاد این سانحه، بنیاد شهید برای تکریم جانباختگان این حادثه با صدور اطلاعیه‌ای سرنشینان ایرانی را شهید اعلام و دولت با خانواده‌ها ابراز همدردی کرد. با این حال به دلیل بزرگی حادثه و از دست رفتن برخی از هموطنان، غم سنگینی در بین مردم و بازماندگان حادثه وجود داشت. همکنون 2 سال از این حادثه می‌گذرد. تحقیقات وسیع و مختلفی توسط مراجع قضایی و تیم ایرانی و خارجی صورت گرفته است. حتی جعبه سیاه این هواپیما با حضور نمایندگان ایران و اوکراین در کشور فرانسه مورد بازخوانی قرار گرفت که جنبه‌های مختلفی از آن حادثه را روشن می‌کند. و تمامی نکات پرونده از آن دارد هیچ گونه دلیلی بر اندیشه دی کردن موشک نبوده و در آخرین بررسی ها و بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا هم بر این نکته تأکید شده که دلیلی بر آمدانه بودن سقوط این هواپیما مشاهده نشده. علت اینه که ما تا کنون بعد از اون حادثه هم حرف نزدیم، اینی که این کار متولی پیدا کردم، چون ما خودمون جزء متهمین هستیم، یعنی سازمان ما به هر حال تو این قضیه مسئولیت پذیرفته و حالا اینکه ما دیگه نمیتونستیم بگیم حالا این گوشش هم به کسی دیگه مربوط میشه، اون روز همه رو ما پذیرفتیم. همزمان در کنار تحقیقات قضایی، 12 گروه مختلف زیر نظر سازمان هواپیمایی و 6 تیم خبره از کارشناسان نظامی تشکیل شد تا به جنبه های مختلف حادثه پرداخته شود و مقصران احتمالی این حادثه را به دادگاه معرفی کنند. تحقیقات تا آنجا پیش رفت که کارشناسان با شلیک 2 موشک آزمایشی تمام سناریوهای برخورد را مد نظر قرار دادند تا راه تکرار چنین حوادثی که سبب شهادت تعدادی از فرزندان این کشور شد را برای همیشه مسدود کنند. بعد از اون تاریخ متولی رسیدگی به این قضیه مجموعه قوه قضاییه شد که قرار شد رسیدگی بکنه و تو این مدت تحقیقات گسترده‌ای شبیه سازی همین حادثه را انجام دادند. در این مدت مذاکرات 2 طرفه‌ای با دولت اوکراین برای پیشرفت تحقیقات انجام شد و اولین دادگاه این پرونده هم روز 30 آبان ماه 1400 در تهران برگزار شد. فرمانده نیروهای هوایی سپاه با اینکه نیروهای عمل کنندش تحت فرمان خودش نبودن، ما این خبر را داریم. پدافند کشور یک پارچه است. سامانه پدافند کشور یک پارچه است. ولی با همین حال اومده عذرخواهی کرده، اومده مسئولیت پذیرفته، برای خودش طلب مرگ کرده، عذرخواهی کرده، فرمانده سپاه رفته توی مجلس عذرخواهی کرده، توضیح داده
بعد به خانواده اینا سرکشی شده، حاضرشون نام شهید روشون بذارن، مسائل مالیشون و حق و حقوقشون رو بدن. یعنی حاکمیت کوتاهی نکرده، ولی خب ممکنه کسی اصل موضوع رو حذف نکنه یا نخواد حذف کنه یا براش حذف نشه، بعضی مثلا نمیخوان حذف کنن، ممکنه در واقع فکر کنن یه آتوی خوبی است، یه دستگیری خوبی است که میشه ازش بهره برد و دروازه اقراقای در واقع اقراض دیگر رو عمل کلال و برحال. ولی برحال اصل این که دست رفتن و وضعشون رو نخبه بودن، اینا برحال نمیشه ازش عبور کرد و قابل تحمل هست. در این میان شاید ضعفی که هنوز مورد بررسی جدی قرار نگرفته، راهبرد غلط رسانه‌ای در پاسخ به این اتفاق بود. سکوت 3 روزه در این حادثه و عدم ارائه اطلاعات صحیح در این حوزه خسارتی را برای کشور رقم زد که شاید به این سادگی قابل جبران نباشد. ما هنوز بهترین در واقع مدرن‌ترین نگاهی که به مطبوعات داریم نگاه دهه 60 خودمون. تو دهه 60 خیلی کارا میشد کرد، برای اینکه خیلی چیزا نبود، شما 2 تا کانال تلویزیونی داشتید و یه تعدادی روزنامه. تو دهه 60 میتونستید جلوی توزیع یه روزنامه رو در یه منطقه بگیرید، هیچ کسی هم نمیفهمید. گفت جاده پیچید، من نپیچیدم. جاده رسانه ها پیچید، ولی مسئولین ما نپیچیدن. نمیتوان انتظار داشت در جنگ رسانه‌ای رسانه های بیگانه اطلاعات مختلفی از یک واقعه ارائه بدهند، اما دست رسانه های داخلی برای پاسخ به افکار عمومی و تسکین مردم خالی باشد. روایت اول هنوز مسئله نشده و اینکه دیگران روایت میکنن، خصوصا در فضای فعلی این ملکه ذهن بشود. شما مثلا یه خونید تو همین قصه آبان 98. خب من تو روزنامه سرمقاله نوشتم که آقا این تعداد کشتار مردم بگید. به من زنگ می‌زدن گفتن که BBC داره رو سرمقاله تو مانو میده. گفتم خب شما اگه اینا نگید، رویترز میاد برات میگه 1500 نفر. منافقین میدن به دیدبان حقوق بشر میگن 3400 نفر. خب شما که آمارا داریم، ما هم که داریم، خب اینو به مردم بگید. من اونا روایت کردن، تکرار کردن، کم کردن، زیاد کردن، تا 3400 بردن، تا 600 آوردن. بعد وزیر کشور ما در سالگرد حادثه تو تلویزیون عدد داده، در صورتی که ما میدونستیم سخنگوی دولت عدد داره، کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای کواکبیان و آقای حضرتی اومدن عدد دادن. ببینید خب این ما اونجا عدد ندادیم، ضربه خوردیم. این مال اینه که در واقع ما هنوز این مسئله روایت اول ملکه ذهن نیست. یعنی وقتی یه پدیده اتفاق میفته، شما مثلا چطور مد خدای نکرده که اقوامتون چاره مشکلی جسمی میشه، اولین چیزی که به ذهنت میاد آمبولانسه، بالاخر اورژانسه. ببینید ما اینجا هنوز تمرین نکردیم که مسئله اول رسانه است. چون چی؟ چون این گفته خواهد شد و ما اگه نگیم دیگران روایت میکنن. بدون شک اگر از روز اول یک راهبرد رسانه‌ای جدی برای پاسخ به برخی پرسش‌ها و حتی بررسی احتمالات مختلف پیش گرفته می‌شد، اعتماد عمومی خدشه‌دار نمی‌شد. اتفاقی افتاد که اصلا قصه رو سیاسی کردیم ما، به این معنی که هر کی حالا راجع به هواپیما اوکراین می‌نویسه پس ضد انقلاب شد، پس باید بگیریمش، پس باید تذکرش بدیم، پس اینجوری شد. در صورتی که نیازی نبود این اتفاق بیفته. ما میتونستیم مثلا حتی اون عزاداری مردم رو براش مدیریت بکنیم. خب اینا بچه های مردم بودن که به رحمت خدا رفته بودن دیگه. نیازی نبود که اینا یواشکی برن تو خیابون شمع روشن بکنن. خودمون این کارو میکردیم. متاسفانه این گونه برخورد با رسانه در حادثه های دیگری چون گرانی بنزین و شیوع کرونا بارها تکرار و تکرار شدند و مسئولان نه تنها درس عبرتی از آن نگرفته و رویه‌ای برای اصلاح آن اتخاذ نکردند، بلکه این روند همچنان ادامه دارد و گویا نقش رسانه در جامعه نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال در سال 99 ترور شهید فخری زاده هم یکی از این نمونه هاست که خبر دیر به رسانه ها کشیده شد. من دقیقا اون ماجرا رو به یه دلیلی خیلی خوب درگیر شدم. اینجوری بود که مثلا فکر میکنم 50 دقیقه بعد واقعه یه بنده خدا به من زنگ زد، گفت همچین اتفاقی تو آبسرد دامن افتاده و چون من اون منطقه رو میشناسم خوب، اون بنده خدا به این دلیل به من زنگ زد. خدمت شما بگم که
خیلی طول کشید، فکر میکنم حدود 2 ساعت و نیم بعد اولین خبر رسمی اومد. یه مرجعی نمی اومد به رسانه میگه آقا این هویت شغلیش چیست؟ آقا ایشون مسئول چی هسته ای موشکی بالاخره کاری چی بوده؟ عربستانی ایران اینترنشنال ساعت 9 شب اون جمعه از آب سرد 20 دقیقه پخش زنده رفت، ولی که تلویزیون ما هم چیکاری نکرد، یعنی شبکه خبر ما همینجوری چیز دیگه پخش میکرد. اما وقتی به تجربه‌های موفق در برخورد شفاف مسئولان با مردم باز می‌گردیم، می‌بینیم که چگونه صادقانه و روشن صحبت کردن با مردم از رسانه جلوی شایعه‌ها و حوادثی از این قبیل را می‌گیرد. یکی از بهترین کنترل کار خبری توی تاریخ معاصر ما جراحی پروستاد آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای خیلی هوشمندانه یک ماجرایی که مردم می‌گفتن ایشون سرطان داره، ایشون خیلی راحت ایناش من فلان بیمارستان بستری هم بیاین ملاقات هم اینا. بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست، این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است. و ماجرا به شکل حیرت انگیزی اصلا برطرف شد، یعنی هیچ کی دیگه ماجرایی که میاد به یه بحران و شایعات و زمزمه ها بشه که فلان پزشک بگه من میدونم ایشون اومده آزمایش داد و فلان، خیلی راحت اومدن گفتن ماجرا در واقع حل شد. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. تیش زن بر حفظ و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم زنه. مال کی باشه این شعر خوبه؟ مثلا مولوی. در ماجرای هک سامانه سوخت رسانی نیز حضور رسانه ملی در عرضه و ارائه اطلاعات به روز به مردم سبب شد تا نه تنها جلوی هر گونه آشفتگی ذهنی مردم گرفته شود، بلکه به راحتی امکان بازگشت سامانه‌های سوخت رسانی به مدار فعالیت عادی بدون شلوغ شدن جایگاه‌های سوخت رسانی فراهم شود. ما در همه جایگاه‌های بنزین کشور شاهد اختلال وسیع شدیم. دستگاه‌های مربوطه به در حقیقت به مسئله پرداختن و علائم یک حمله سایبری رو در حقیقت مشاهده کردن. راستیتش اگر خود ماها، ما شما همکارای ما کف میدون باشن، درست اطلاع رسانی بکنن، مردم رو خیالشون رو راحت بکنن، مردم اعتماد میکنن. صدا سیما کارش جالب بود. دیروز خیلی خوب بود و مردم واقعا ترسیده بودن. شایعه این بود که دولت میخواد بنزین رو گرون کنه، یه مرتبه پمپ بنزین از کار افتاد. زمینه ذهنی قیمت بنزینه. بعد صدا و سیما میاد میگه که مسئولین وزارت نفت میگن که بنزین 3 تومانی قابل بارگیریه، ولی صدا و سیما میاد میره تو بمب بنزین میگه نه خیر 3 تومانیش هم نیست. خب بعد به خاطری که حاکمیت متهم به این نشود که میخواد بهانه کرده برای که بنزین رو گرون کند، میاد میگه بله این حمله سایبری بوده. یعنی ببینید ما در قصه بنزین هیچ روایت دوم دیگه نداریم، از کشت از دشمن هم نداریم، هیچ روایت دوم هم نداریم. یا مثلا تو آمار کرونا که دیگه سیاسی نبود، ولی ما کرونا رو هم با این مدیریت اشتباه سیاسیش کردیم و باعث شد تصور عمومی باشه که اینا دروغ میگن انقدر مرده، 10 برابر اینه. تمام رسانه‌های اپوزیسیون ما رو به توپ بستن که آمار دروغه. چرا الان امروز هیچ چی نمیگن از آمار ما؟ اصلا امروز 41 نفر بوده، چرا یکیشون نمیگه این دروغه؟ ببینید ما برای چی؟ بخاطر اینکه استمراری که ما هر روز داریم، خبر هر روز داریم میگیم، هیچ خلعی نمیذاریم که کسی دیگه بیاد پرش بکنه و یک نوسان و یک پیوستار منطقی داره در کاهش و افزایش. خب این میتونه تمام کننده باشه، اعتماد ساز باشه. یکی به من انتقاد کرد اون موقع که چرا این تظاهرات فرانسه رو شما اینقدر پوشش نمیدید، یا تظاهرات آمریکا رو چرا هیچی نمیگید، چرا اینقدر فقط یه خبر میدید و اینا. گفتم این من میفهمم چقدر خبر مهمه، اما یه خواننده من، یه مخاطب من، آیا یقه من نمیگیره بگه تو قصه بنزین هیچ کاری نکردی، تیتر 1 صفحه 1 کار نکردی، تو شلوغی های 96 رو هیچ کاری نکردی،
چطور اینجا تو آمریکا که شد یه دفعه دستت باز شد میخوای همه چی بنویسی؟ من زمانی میتونستم به شلوغی آمریکا بپردازم که این طرف به شلوغی خودمونم میتونستم بپردازم. ماجرای بنزین و یکی دو تا ماجرای سیاسی دیگه که کنارش اتفاق افتاد، به نظر من نشون دادیم که موقع که ما شروع کنیم حرف زدن، موقع که با افکارم حرف بزنیم، موقع که نسبت به واقعیت پشت نکنیم، میشه یه کاری کرد. همین ماجرای اصفهان، بیابی اصفهان راحت حل شد. این ماجرایی که میاد خیلی به ابعاد وحشتناکی بگیره با حضور تلویزیون و با این من آقای زرقامی شبش رفت اونجا تو هتل تو پل خاجو با مردم درد دل کرد مثلا، یعنی اصلا ماجرا رو از اون ابعادی که ممکن بود بقیه بگن وای چه خبره خیلی راحت حلش کردم و به نظرم یک نمونه موفق اعتماد.